به من بگه اونم مستحب. نه باید، حالا اونجا قاری ها این کار رو، ولی مستحب. آجا آقا بسرم وقتی اون وقت باراهی حرف میزنن قرآن میخونن؟ نه اونا مستحب. کسی صدای قرآن بلند بشه انصات بهش میگن، انصات. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اون استحباب داره، مستحبه. اینجا توی احکام نماز هم اینو مطرح میکنن، توی نماز جماعت وقتی امام جماعت در نماز صبح و مغرب و عشاء داره حمد و سوره میخونه که بلند میخونه، مستحبه که مأموم گوش کنه. اینو استحباب. بله، کاری اوجت کاری مثلا سر اوجت کاری انجام داده کارگرش دیگه اوجت می 10000 تا تیم بخوره، آخر کار طرف دعوی کنه مثلا زیر 20000 تا نمیگیره و نگیره 10000 تا رو، چیه؟ بله، چشم. بله، خدمت شما شبت که اون قسمتی که براتون عرض کردم، اون قسمت اون قرآن که فرمودید، اونجا تو احکام جماعت اینو مطرحش میکنن که تو مسئله بعد 1462 که در نماز صبح مغرب عشا که صدای هم به سوره امام بلنده، بله مستحب است هم به سوره رو مثلا بوش کنه، وقتی اون میخونه استحباب داره بوش کنه، بله اون مستحب. ببینید اجرت دو جوره، اجرت کار، اجرت المثل، اجرت المسمى. یه وقت من سر خیابان دولت سواری ماشین میخوام بشم، من برسونه این طرف، ماشین هایی که میبرند یه اجرتی داره، اجرت معلومی، ما حالا نمیدونم البته، مثلا فرض 1000 تومن بگیرم، این اگه هیچ حرفی نزنیم همون اجرتی که همه میگیرن بدهکاریم، بهش میگن اجرت المثل. ولی ممکنه که خود ماشین گفته باشه که آقا من 2000 تومن میبرم، در این صورت اگه من نمیخوام سوار نشم، یا من به ماشین گفته باشم من 500 تومن میدم، اون اگه نخواست سوار نمیکنه، اون میگن اجرت المسمى. حالا وقتی تی میشه با یه کسی همون دیگه باید بگیره، اینا قبلا باید فکرشو کرده باشه، همون مقداری که گفتن همونو بدهکار، طلبکار. حالا نگرفته رفته، هر وقت اومد همون بهش بده. نه نه، حالا شاید بیاد، اگه ناامید شدید که از اومدنه شما صدقه. بعد نماز مغرب اصطلاحاً به امام جماعت، بعد میخوام فیض این نماز دهه اول ذوالحجه هم ببریم، یعنی نماز عشا هم بهش اقتدا کنیم، میشه دوباره نماز عشا رو اعاده کرد اون نماز دهه اول هم کنیم؟ نه، این بین نماز مغرب عشا است و دیگه امشب شما محروم میشید، یا نماز عشا رو نخونید اونو بخونید، وقت جماعت محروم میشه. اگر بعد نماز یاد فراموش کنه، بعد نماز عشا بخونید، فراموش رو کاریش ندارم، ولی وقتش بین مغرب و عشا است. بله، مناسبت که خدا میدونه چقدر مناسبت داره، مناسبتش سخنرانی احتیاج داره. بله، خبری است. بهره بانک اشکال نداره؟ بانک چه بهره ای میده؟ بانک بهره پول گذاشی، بهره اومده دوش پول پامودی تو اشکال، بهره اومده حالا میخواد قرض امام حسین بکنه، اشکال نداره؟ نه. چه جور حسابی؟ بانک حسابای بهره ای نداره، بانک سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری براتون میکنن، بلند مدت، کوتاه مدت، سهمتون همون مقدار بهتون میدن، یا علل حساب یا سر. خوبه؟ خیلی خوبه. حلاله، خوبه. در نماز تو تسبیحات اربعین باطله؟
یه دونش واجبه، دیگه ستاش احتیاط مستحب، دوتا هم ابنه، ولی یکی واجب، ستا احتیاط مستحب. به شخص وارد شد مثلا یک رکعت بیشتر واجب برای نماز جماعت. بله. در نتیجه در رکعت چهارم امام سوم اون مأموم اینجا میخواد ستا رو بگه، بعد دوتا گفت حاجبا رفت رکوع. بله میتونه بره، اصلا وسط دومی هم میتونه قطع کنه چون یکیش واجبه. استاد میبخشید، جلسه ای که در رابطه با ده العرض تفسیر کردید آیت سوره فصلت رو، خداوند متعال فرمودن که زمین رو در یومین دو روز، سما رو هم در یومین دو روز، اقواتها و اون کوها در اربع، و در چندین جای قرآن گفته ستت ایام. این دو روز اضافه رو چجوری حلش کنید؟ نه اون دو روز چهار روزه، تو اون دو روز حل بشون، اون که مربوطه به زمینه، داخل همون بساط های زمین، همون شش روز. خلاصه آسمان و زمین تو شش روز خلق شده. اون اگه دوباره مراجعه کنید، اون دو روزی که مال زمینه، دوباره روز زمین تو حل تو همون چهار روز هستش. یعنی اون دو جزی از این چهاره؟ بله تو مربوطه به زمین. خلاصه زیاد نیاریم. توی این که ایشون می فرمان که در خمس که تقسیم بکنن به سهم امام و سهم صادقات، این آیا کجا مثلا این تنظیم و این چیزها شده؟ بله اینجا در کتاب خمس از قرآن اول مطرح میکنه، بعد اون وقت قرآن رو میبره تا میکشوندش به اونجا. حالا از رو براتون بخونم. بعد اینجا مصرف خمس، یقسم الخمس ستت اسهم علی الاصح. میفرماد کتاب خدا به ما گفتش که خمس رو شش قسمه. سوره مبارکه انفال آیه 41. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اینجا هم همینجور میگن، میگن شش تاش بکنید، اونجا شش قسمت کرده. لله خمسه سهمون لله، مثلا اگه 60,000 تومان خمس گردنتونه، 10,000 تومانش مال خداست. و سهمون للنبی و للرسول، یه سهم هم به پیغمبر ده صلی الله علیه و آله. بعد ذل قربای رسول الله که امام عصر باشه، و سهمون للامام علیه السلام. بعد اینجا شون میخواد تعریف کنه، میگن که خب سهم خدا رو چه کنیم؟ امام عصر میفرماید منم حجت خدا، بدید به من. سهم رسول رو چه کنیم؟ امام عصر میفرماید منم خلیفت و رسول الله، بدید به من. سهم خودشم که میگیره، پس از شش تا سه تاش میره سمت امام، نصفش میشه سهم. سه تای دیگه هم بعد میگن ده و هذه الثلاثه الان لصاحب الزمان ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه. و ستای دیگه برای ایتام و مساکین و ابناء السبیل و الیتام و المساکین و ابن السبیل، که اینها مال ذو القربی، یعنی مال سید بعد باشن، از بنی هاشم بعد باشن. بله ریشه قرآنی داره. این مورد آخر رو با اجازه مجتهد باید داد، و خودمون هم میتونیم سم صادر، نه سم چی مال ذو القربی، همین سم صادر میشه، یعنی اون ذو القربی و اینا رفتش سهم امام، کلمه قربا اونجا امام عصر بشه. سهم سادات رو ایشون فرمان که خودمون میتونیم به سادات فقیر بدیم، یا حالا چشم، نه سهم سادات مال سادات، مال سهم سادات. اینجا توی کتاب خمس همین فرمایش ایشون رو مطرح میکنن آقایون، باز همون تو مصرف خمس. آیت الله سیستانه میگه خودت میتونی سهم سادات رو به سادات مستحب بدیم. خب حالا که آمدش از رو براتون، با
بله، اون سهمی که مال سادات، مرحوم امام می‌فرمودن که از یک مجتهد اجازه بگیر و بده به سادات، اما این آقای عراقی میگه خودت میتونی بدی. آقای خویی و اولپایگانی و صافی و تبریزی و سیستانی میگن خودتون میتونی. آقای بهجت و نوری میگن احتیاط واجب اجازه است، فقیه برای سهم سادات بگیر. اما سهم امام رو میگن اجازه بگیرید به خود مجتهد بدید یا ازش اجازه بگیرید. اون که شما میخواید با آن بدید از هم سهم امام اجازه بگیرید اگه اجازه دادن. حاج آقا خمسه که فرمونی که امام میفرمونم که باید با نظر خوشنیشون اجازه نمیدن با نظر یه مجتهد، از چه مجتهدی باید پرسید؟ آدم خودش بده. ایشون فرمودن اجازه نمیگه مشهر مجتهدی باشه، مجتهد عادل باشه، میگن یا نوشتن مجتهد جامع الشرایع. شرایط البته هفتاست، هم که اول رساله هاست متهمنا هست معمولا. اگه اجازه بدن میتونیم. بله تو شما میگم بله میگم سهم سادات رو به هر سادات ببینید بردی یعنی اینا که براتون میخونم مرجع تقلید هم دیگه کتاباشون اومده اینجا. مثلا ما اگر امام تقلید بکنم حتما بعد از نماینده امام اجازه. چشم، این رساله ها رو که قبول داری خود آقایون نوشته، این هم خودشه اینجا، ولی تا خودشه که دوست الله نمندهش نمیده، خودش اینجاست. اونجا گفتن مجتهد عادل اینو میگن، شرایطی که میگن جامع و شرایط، مرد و بالغ و عاقل و مسئله دوی اول احکام تقلید اینا رو میگن، شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل. منتها معمولا اون شرایط مثل مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زندهش هست. عادل میگن به یه مجتهد عادل بدید یا اجازه بگیرید کفایت میکنه. حاج آقا عوض میخوام، من مسئله رو میخوام بازش کنم. من از آقا خامنه ای تقلید میکنم بعد برگشتم به امام، آقا خامنه ای اجازه نمیدن، خمسه میگن باید بدی به خودم. بله ولی آقا خامنه ای اجازه میدن شما به بقای میت باقی باشید. خیلی بقای میت هم آقای خم آقا اجازه نمیدن. نه آقای خم نیست این مطلب اینا مال نظر امام. بله این مطلب آقای خمینی است. من مجتهد دیگه بپرسم. اینا فرمایش آقای خمینی من دارم میکنم. این رساله ها متن اصلیش مال آقای خمینی است. رساله رو دیدم است که واقعاً امام گفتن که باید با نظر خود ایشون باشه که من به سید بخوام خودم بدم. بله اینا من نوشته از مجتهد نه گفته مجتهد جامع شرایط نگفته من. آقای خمینی نگفته فقط من مجتهد جامع شرایطم هیچ کس نیستم. چه حرفی میزنید؟ هر مجتهد جامع شرایط نگفته به مرجع تقلید. ولی ناش نوشته دیگه، اینا شوخی با کسی ندارن، اینا بلدم هستن. میگن آقا خود من که روح الله اهل خمینم فقط بعد بپرسی اگه نه قبول نشه میگن هیچ رو در وسیم ندارم. نوشتم مشتاق جام مشتاق، برو در گوشش بو آقا آلگول پایگانی مشتاق جام مشتاق میبر. هر مشتاقی داره که بشناسه میبر. با حالا کار نمیخوام بگم، اونا که نمیگم من فقط مغازه باز کردم که بقیه هم بمیرم که نمیگم قبول دارم. بله هفته گذشته سوال مطرح کردم انبار و اولاد این فتنه هستن بام شهر ببینم بله خیلی خوبه دیگه. ببینید فتنه یعنی چه؟ چی باعث شدش که زلیخا عاشق یوسف شد؟ چی باعث شد؟ چی باعث شد؟ خوشگلی از یوسف، هم که من ندارم، خوشگلیش باعث شد. این خوشگلیشو فتنه میگن. فتنه یعنی چیزی که آدم گرفتار میکنه، آزمایش دیگه. پولم هم همینطوره. شما الان چند تریلیاردر پول داشته باشید خمس بعد بدید چه کنید چه کنید ببینن این کارو میکنید. بچه هم همینطور تکالیفی برای خدا، آیا خدا رو کنار میزنیم سمت بچه رو بگیریم؟ مثلا فتنه یعنی ابتلا. اصلا دنیا همش ابتلا و افتنانه. چرا مصطفی شاید سوره 60 سوره چند؟ سوره 60 ممتحنه. شما؟ بله خیلی مرد علو به خدمت شما بفهم. آه خانم پرسیده بوده که اینجور شده بوده. بله 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 آقای خریده بود و موقع خریدم خمسش داده بعد فروخته، میگه آیا موقع فروخته من باید خمس دوباره بدم یا نه؟ چی خریده بوده اول؟ باغچه سیب. باغچه سیب. ایشون چند سال اینو داشته؟ چند وقت داشته؟ زیاد بوده. مثلا سود کرده؟ خب
نه میدونم تو فروش مثلا خریده 5 میلیون فروخته 15 میلیون مثلا، اون 10 میلیون سود تا یک سال وقت داره از فروش، یک سال بگذره مصرف نشه 10 میلیون سود خمس داره. خوش بله 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 درسته دیگه. شما یک کافر رو ببرید سر قبر، او قبول نداره که این قبر ثوابی داره، حرف تو رو میشنوه، یا قبر امام هشتم مثلا شفایی میده، مایوس هم از اصحاب قبر. کافر که این حرف رو قبول نداره، میگه خاک شده و استخون شده، هیچ، به وضوح بره کافر با قبر. کافر زنده امام هشتم هم قبول نداره، شاید یکی دیگه موردش هست. تقلید میکنی و این عالم بقای بر میت رو قبول داره، وقتی فوت میکنه باید از یک عالم دیگه تقلید میکنی و این عالم بقای بر میت رو قبول نداره، تکلیف ما این وسط چیه؟ اون دومه هرچی بگه همونو بعد گوش کن، چون فعلا مرجع شما این مرجعی که الان تقلید میکنی این آقای زنده، ایشون میگه باقی نباش، نباید دیگه باشه. اگر در زمانی قرار بگیریم که هر دو تا مرجع بودن و خب اون اعلمتر از ما بر ما بوده، چون به اون مقلد بود، ولی خدا رحمتش کنه مرحوم شد. شما فرض کنید یه زنی شوهرش مرحوم شد، خیلی هم مرد خوبی، حالا اومده به شما شوهر کرد، خوش گوش به حرف شما بده، یه فعلا مرجع زنده داره حرف میزنه، فعلا شوهر اینه، هر چی بگه چشم، اگه گفت باقی باش چشم، باقی نباش چشم. پس بین دو تا اعلم که اعلم تر باشه، یکیشون بمیره از ساقط میشه از اعلمیت؟ نه اعلمی از ساقط نمیشه، نیست، شرایط یکیش اعلمیت بود، اون زنده بودنش به هم خورد دیگه نمیشه تقلید کرد، ریش و قیچه میافته دست شوهر جدید. فرض برای خودت میره میگه آقا یه صابون یه شامپو یه خمیردندان برای شما با یه دستمال کاغذی دلش میخواد مصرف کنه، میگه این حق شماست، میتونه بیاره برای خودش؟ اگر معناش این باشه که هر چیش مون ببر بله، یا شما اگه ورداری ببری نمیگن چرا بردی، این عرف هتل دیگه، ناراحت میشن. نه منظور اگه بعد بپرسیم مال کار نمیگه آقا اینو من نصفش مصرف نه ببرم آخرش، اگه عرف هم هست که ببرید ورده بیارید. شخصی که عرض خودکشی میکنه شرعاً جوری اجازه است که فاتحه براش بخونه که مراسمش شرکت کنه یا نه؟ ببینید امام ششم فرمودن که کسی که خودشو میکشه دو حالت داره، اگه در حالتی که داره خودشو میکشه میدونه این کار حرامه، قبول داره که حرامه، اینو در یه نقلی 300 هزار سال، در یه نقلی 500 هزار سال تو جهنم عذابش میکنه، ولی ممکنه به کارهای دیگرش خوب باشه، بیاد بیرون شفاعت پیغمبرم شفاعت میکنه بره بهشت. اما در حال خودکشی اگه قبول نداشته این کار بده، این برای همیشه تو جهنم میمونه، خیلی گناه بزرگی است خودکشی. حالا این مال اصلش، حالا ما چه کنیم؟ ممکنه که این اشخاص که در حال خودکشی خیال نمی کردن می مردن، یا یهو مثلا عقلشون از دست دادن، یا یهو بی اختیار این کار شده، ما حمله به صحت می کنیم، ما حق نداریم مثلا اینا رو اونجوری حساب کنیم، حالا با خدا تا خودش می دونه چی کار کنه. بله خط ما می تونیم بگیریم، طلب رحمت می تونیم بکنیم، نماز میت بهشون می خونیم، من کارا رو خدا می دونه، ما اون قسمت خوبش رو می گیریم، می گویم انشالله یهو مثلا حالت جنون بهش دست داده که این کارو کرد. نماز جماعتی برپا است، کسی نماز فرادا داره میکنه و پشیمان میشه، میتونه نمازشو بشکنه و بیاد نماز جماعت بره. آیت الله سیستانی میفرماد نماز رو شما میخونید برای هر کاری که اهمیت داشته باشه برای شما، چه دنیوی چه اخروی، زنگ میزنن در حیاتو یه جوریست که براتون مهمه، چون مثلا منتظر کسی، میگه میتونید ببارید برید. آقایون دیگه انقدر راه نمیدن، بگن اگه ضرری میخواد بخوره نمازو میتونید ببرید، ولی نماز فرادا رو میگن قصد نماز مستحب بکنید که زود تموم بشه برسید به جماعت، اون اجازه رو میدن. در سوره صف آیه 7
بله ببینید، من اعلم و من کی ستمگر تر است از کسی که این چند جای قرآن مطرح شد، چه زیاده اینا، شاید 7-8 جای قرآن من اعلم و من. وقتی دنبالشون نگاه میکنیم جاهای دیگه هم هست، مثلا من اعلم و من مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها، باز من اعلم و من. حالا اینش تیکش اینجا اینه، این آدم افترا علی الله الکذب، دروغ میبنده به خدا، مثل مسلمه کذاب. این آدم یدعا الی الاسلام، به مسلمه گفتم با مسلموش این حرفا چی چیه، و خداوند لا یهد القوم الظالمین، بشم گفتم نه اثر حرفش مون تا آخرش، او وحشی قاتل حمزه کشتش مسلمه. این داره به دروغ میگه من پیغمبرم، به خدا دروغ میگه. مثلا این بیشترین ستمه که انسان با چشم باز به خدا دروغ میگه. نه مسلمه یه نمونش بود، حالا هم کسی به خدا دروغ ببنده با اینکه میدونه دروغه خیلی گناه. نه اونا به عنوان مثال بود، هر که با چشم باز به خدا دروغ ببنده این خیلی ستمش بالاست. اکل باطل شامل چه چیزایی به طور کلی میشه؟ بله اکل باطل یعنی خوردن مالی که انسان مالکش نیست. تو این رساله ها وقتی احکام خرید و فروش شروع میشه تیتر میزنن برای شما معاملات باطل، اصلا شروعش همینجوریست، معاملات باطل. باطل یعنی انتقال ملکیت نمیشه، معامله شده ولی هنوز ملک نمیشه، معاملات باطل، اصلا تیترش معاملات باطل. در چند مورد معامله باطل است و 1، 2، 3، 4 رو میرن جلو. توی این معامله باطل رو وقتی کسی انجام داد و توجه نکرد به احکام شرع، اون جنسی که در این معامله گیرش اومده مصرف کنه اسمش از اکل به باطل، یعنی تصرف در جنسی که انسان مالکش نیست. بله یه سری معاملات مثلا اینترنتیه، یعنی نه کالا رو میبینی نه فروشنده رو میبینی، این چجوریه؟ خب ببینید تو بازارم که برید بعض وقتا کالا رو شما نمیبینید ولی فروشنده اونجا تشریف داره. آقا از این پنکه ها میخوام 200 تا، من برم توی معاملات رو میشه اونتا بتون کاغذی میده که شما میتونید برید از انبار تحویل بگیرید، هم کاغذی کنه اون تصرف شماست. حالا تو اینترنت دیگه مالک هم نمیبینه، بهش حرف میزنیم باش. بله ولی بالاخره کسی هست میرفوشه به شما. اگه اون بچه باشه چی معامله با بچه فرض؟ ببینید اونا دیگه خودتون میدونید، بچه باشه صدای بزرگ، ادای صدا بزرگار در آورده صداش هم نمیشه. خب بله مسموح هم. ببینید بچه معاملات کوچک رو حرفی ندارن انجام بدن، مثلا میره نوم میخره، میره پفک میخره، مداد میخره. معاملات بزرگ میگن باید رشید باشه، بلوغ و رشید و اینها باشه. بعیده حالا یه بچه بیا تو اینترنت معاملات بزرگ بکنه، خب جنس تحویل بده. حالا اگه بچه شک دارید باید خوب ملاحظه کن، اما هیچ جنس بدونید کجاست باید گره، پول کجا باید داد، حل میشه دیگه. نه خیر، معاملات باطل همه حرام است، بعضی معاملات باطل حرامن بعضی ها حلال. بسم الله الرحمن الرحیم.